از بچه ها فهمیدن که کار استعمار بود. اونایی که حتی رفتن جنگ، وقتی رفتن جنگ بچه های جنگ خیلی چیزا فهمیدن، خیلی چیزا فهمیدن، سکوت کردن. اینا اومدن نفوذ کردن و اینا رو حفظ کردن. الان در ایران، در سازمان های نظامی ایران، تمامی عمرای ارشد و پایین تر نظام پادشاهی که کشته شدن در کودتای چک و چه و اینا که گفتم کشف کردیم که زمینه حمله صدام حسین رو به ایران فراهم کردن و غیره، اینها رو بیوگرافی های بزرگ، سرگذشت های بزرگ، زندگی نامه ها و کتاب ها براشون نوشتن که هرچند همه مثل کتابی که در مورد رضا شاه نوشتن پخش نشده در کوچه و خیابان فراگیر بشه، ولی در جایگاه های مهم کشور وجود داره و قابل استفاده است. و من امیدوارم به زودی این کتاب ها خسروداد، رحیمی، جهانبانی بوتن برای ارتشی های ما الان، برای نیروهای نظامی ما الان، اینا بوتن. کارهایی روی نشده پخش نمیشه، بچه ها میترسن پخش کنن. چه هایی پخش کنن؟ مثلا موزه درست کردن در نیاوران، اسم موزه هم بود شهبانو فرح پهلوی. من نشون دادم به شما، لباس ها رو نشون دادم، نشون دادم موزه شهبانو فرح نشون دادم، مردم رفتم جز دیدن، بلیط میخریدن، موزه شهبانو فرح تو ایران. خب تا همه گیر شد بستنش اونجور. الان هم برخی از مطالب میگم که شما قوت قلب بگیرید، وجود داره، ولی اگه عمومی بشه بیاد باز اینا جمع آوری میکنه، ولی وجود داره. حالا در همین راستای پاسداری، این یک نوع موزه کاری است، موزه از شخصیت ها و کارها و فعالیت ها و تلاشش. یک کار دیگه که همون موقع کردن که اینو من در جریان هستم، اینها اومدن برای تمامی قسمت های مختلف هنرمندان یک سری خبره ها رو گذاشتن که اینا آثار اینا رو جمع کنن، گردآوری کنن آثار اینا رو. آثار اینا رو گردآوری کردن که از بین نره. مثلا خواننده ها رو، مثلا ویگن رو، حتی خواننده های 68 رو، مثل خانم شهره، لیلا فروهر، همیای عزیزم که جای خود داره، استاد اکبر گلپا که جای خود داره، اینها اومدن تمامی کارا اینا رو جمع آوری کردن. بعد جدا از این که جمع آوری کردند، یعنی موزه درست الان هست، یعنی ایران آزاد بشه، شما بچه هایی کارا رو کردن. من برام میخوام بگم که سپاسگزار اون نیروهایی باشیم که تا این 44 سال برای ایران کار کردن در هر کجا که بودن. موزه های مختلفی درست شده برای هنرمندان، تمام حتی یارو طرف خودش خیلی چیزاش خبر نداره اونجا هست. من براتون چند بار یه چیزی پخش کردم، مثلا فردین توی یکی از برنامه‌های رادیو میره تو اونجا، خودش میخونه، طنز هم میخونه، شعر هم میخونه، موزیک هم هست و اینها. اینجور چیزا زیاده که اینا در آوردن، الان هم هر از گاهی تیکایی ازش پخش میشه. یا مثلا خیلی از این فیلم های مستندی که تلویزیون ها ساختن، مثل من و تو، مستند های زیادی ساخت و بعد یک سری آرشیو هایی رو که بهش دست پیدا کرده، این آرشیو ها همش از آرشیو انگلیس، تلویزیون انگلستان نبود، خیلی از این آرشیو های داخل خود کشور بود که اینا خارج کردن. مثل فرض کنید، مثل به دست آقای رضا قطبی رسید، چون رضا قطبی رو توی ایران سابقه کارمندانش همه دوستش داشتن دارن، حالا اون موارد دیگری که قبلا صحبت کردم بماند، بهش رسوندن و ایشون پخش کرد، همچون که الان به ما میرسونن خیلی چیزا رو، عکس و خبر و گزارش. من اصلا وقت ندارم که یک ساعت در هفته برنامه دارم که اینا رو پخش کنم. مثلا همین نامه رئیسی که رسما نوشته به قالیباف الدنگ که گفته آقا تو مجلس یک بار خلبازی را نندازید، بخواید قانون حجاب و اینا رو به یه تصویب برسونید یا ما اجراش نمی کنیم، الان از مرکت خرابه. و هم مرکت که میگه خود چه میگه، از ما خراب، الان من تو رو امکان دارم دارم کلمون بکنن، ما این نمی کنیم. و به محسنی اجهی هم بهش بگم این بمبولبازیش بذاری کنار، این خود اینا دارن میگن، وزرا دیگه شون گفتن، تو خود پارلمانشون گفتن، متوجه میشین؟ خب این نامه رو من الان 4-5 روزه، چون برنامه من پنجشنبه که هست،
قبلش به دست من رسید و گزارش به من دادن. من تو شبکه‌های اجتماعی منتشر کردم، من تو اسکرام خدمتتون اینستاگرام و فیسبوک و جای دیگه منتشر کردم، به این برنامه نرسید. خب اسناد زیاد خارج میشه از کشور، او چه اسنادی از قدیم ما خارج کردیم، زمان اون جریان سعید امامی و روزنامه سلام و اون جریان جنبش دانشجویی که بچه‌ها از پنجره پرت می‌کردن و اونها رو با یک سری از بچه‌ای که الان هم داخل ایران هستن خارج شدن تحصیل کردن به جایگاهی رسیدن، خبرها هست، اخبار هست، خارج میشه. برای همین دیگه کار بسیار عالی است، کار بسیار خوب میشه. بایستی شجاعت و گستاخی رو داشته باشید که بدونید آتش به اختیارها رو کتک بزنید، شما اینا رو ببرید پلیس. کلانتری پلیس، پلیس شاهنشاهی است. اون چندتایی که حزب الله عراقی صدام حسین هستن بهشون بگیم یا تو باید برید تو برای صدام حسین باید عراق کار کنی، مردک زنه که لچک به سر عبا کشیده به سر، اصلا عباهایی هم که سرشون مال عراقی هست دیگه، چون زن عراقی رو ببینین این اینا میپوشن. عراق ما به عراق مخالفتی نداریم، عراق صدام حسین رو میگم که اینو نوکر صدام حسین هم وارد شدن 40 سالی تو ایران 1 میلیون بودن، آنو 6-7-8 میلیون شدن، همه شون هم حقوق میگن در 20 دلار، 1000 دلار، 500 دلار و میان مزاهم بچه ها میشن. بچه ها بزنید، فکر هم نکنید که یارو پیرزن پیرمرد چیه، دموجه که توی فیلم ها بهتون نشون دادید، بزنید اینا رو. ما رو تهدید میکنه، از همون میخواد فیلم بگه، میخواد ما رو بزنه. آره داره توهین میکنه. خانم دهنه تو ببند، میدونم تو این اسلامه، دهنه تو ببند، پدرتم در میارم. آتش 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 در جان بزنید حرومزاده ها رو تا این که عرو برن برای $10 نیم مزاهم آدم های ما بشه بچه ما بشه. مردم پا گذاشتن رو ما، رفتن عمیق ترین جا اقیانوس، ناشناخته ترین جا جنگل آمازون، بلند ترین کوه آره کرده ای سرده کرده ای تو ما. خب بیا بیرو یه نفس بکش، میمیری اون تو خفه میشی. چی کردن بک فامیلی ما همچنان سرشون تو کیونه ما، یعنی میخوام بدونم تو سیر نمیشی، خستم نمیشی، یعنی تمام جاذبه و گردشگری دنیا رو. حالا اون خبر بدی که میخواستم بهتون بگم اون اینه که رسانه بلومبرگ یک تشکیلات فاینانس اقتصادی است وابسته به اقتصاد جهانی، یادتون نره گورک سایروس که من میگم یک فرد نیست، این اقتصاد جهانی، نظم نوین جهانی، یک فیلسوف داره که اون فیلسوف از پیش از سقوط شاه برنامه ریزی کردن و فلان اینا، ولی اینها چندین نفر هستند که در هدف با هم مشترک و متحد هستند، در هدف با هم مشترک هستند. گورک سایروس، حالا جورج سروس فیلسوف این قضیه است، طراح این قضیه است و کسی است که نه که از امروز، اینا از هزاران سال پیش، بعد وقت ببخشید نازنینم عشق من ای مهربان یاره تناز و نازنین، هزاران سالی که نظم نوین جهانی میگن، حالا اسمشو نظم در جهان وجود داره، حکومت جهانی وجود داره، اونایی که اومدن اخلالگری بکنن توی رو ترتیبشون دادن، وگرنه نظم جهانی وجود داره. علکی که نمیانیم هم جهان رو ول کنن دست یک مشتادم دیوانه که هر کار خواستم بکنن، نظم بوده، ترتیب بوده. اینا رو ما نوشتیم توی یک نمایشنامه هم خیلی کوتاه. حالا اینها از سال 1970 که تصمیم گرفتن شاه رو سرنگون بکنن، خب نظریه ها تزای دکترا فلان اینا زیاد داده شد و اونی که عملی شد و کار گرفت تئوری اوپن سوسیته، جامعه باز جورج سروس بود. چون جورج سروس در جامعه باز میگه که با همین دموکراسی و انتخابات و فلان اینا که راه میندازه، یعنی هر که هر ساعت بخواد خواهرش سرویس ما از بالا میکشه پایین، دموکراسی جامعه آزاده، جامعه بازه. چی میگه آقای نیکولا سرکوزی پدر سوخته بیا به خواهد سرویسه. آقای مکرون الان خوب کار میکنه، فردا ترتیب داده فردا، چون ببین نه تنها ایران، من قبلا در مورد ایران، الان خارج از کشور دنیا بوت نداره، که دنیا بوت نداره، هیچ کشور دیگه بوت نداره، فرانسه شاردوان نداره، فرانسو میتران نداره،
هر کی بیاد فرداش خرابش کنن که بندازنش، یه جامعه بازه، بوت نباید داشته باشه. بوت که نبود ها، حالا بلومبرگ این بحث وادشون بعدم اینا تو نره، برای که میتونن همه رو خلق کنن بیارن تو چتر بعد خودشون رسانه تا بقایی همه رو زمان رسانه بگرد. اگر رسانه بقایی ببر به رسانه، رسانه میدن بدونی حل کنی. بعد رسانه چی میدن؟ حقوق بشر، انسانگرایی، سوسیالیست برا. اینا هم که همه تو دوست داریم که میرن دنبالش، ولی نمیفهمی که بابایی سرنخش دستی گرگ سایروزه. بعد بعد ببخشید خوشبخت عزیزم، عشق من، ماه من، بهت نشون دادم که 600-700 تازی او انجاهای جهان مال همین نظم نویل جهانیه. خود اینا هم مبرن هم مدوزن، هم بیه مفروشن هم بو مفروشن، هم میگن برای حقوق بشر چرا این کاری کردی خارج سرویسه، هم میگن که خب حالا که سرویس کردی اصلاح میخوای بیا اونجا میخوای جنگ. اینا درس میخواد که بایستی ساعت ها صحبت کن. اما بلومبرگ اخیرا اعلام کرده، این گزارش شو میبینید، که افغانستان داره هزاران نفر رو دم مرزهای خودش با سلاح‌ها و تجهیزات نظامی که از امریکا به ارث برده آماده میکنه برای حمله به ایران، و صدها تن کامیکاز یعنی نیروهای انتحاری دم آماده کرده که از این بعد میان تو ایران همینجور بترکنن، همینجور بترکنن. ها از اون طرف هم که شنیدید امریکایی‌ها نیروهای زیادی رو در منطقه خلیج فارس همیشه که پاس پیاده کردن، برای اینکه ایران دیگه الان نشد با انقلاب و با فلان و اینا، ایران طعمه بزرگیه برای اینا، اصلی ترین طعمه لقمه ایرانه، اطرافش هم که تمام همسایه‌اش دشمنشن. یک عمران خانی هم بود اومده بود توی پاکستان، این چند بار رفت ایور ایور از جمله عربستان سعودی رو از جمهوری اسلامی از ایران دفاع کرد و دعا و شفا و بعد تو خود ایران اومد گفت با زبان فارسی بوده، یه استعماری آمدن زبان ما رو عوض کرد، زبان فارسی بوده و تو محمد فارسی هم میزد این زبان رو اینا. این هم دیدار این همه کم دوم جنبونه جامعه باز جامعه دموکراتیک ترتیب شد دادن تفلی رو انداختنش زندان، مثل ماشه کساب رئیس جمهور اسرائیل رفیق ما هم همشهری هم خوی ازدن با ما همشهری الان مثلا نارد نیچه میشه دیگه، یزدیه مادر چقدر خوبی داره، این موسا کساب ماشه کساب رئیس جمهور سابق اسرائیل مادرش هم که قشنگ فارسی حرف میزنه، من پخش کردم برای شما، این مادر هست که او فرزند میسازی که مهاجرن ولی میروجه میشه رئیس جمهور، چه بلایی سر شدن هم مشکل کسای بیچاره رو کتاب این زنده بایش افته لست داده. حالا تو ایران که همه باجناق بازن که تو ایران که درآمد که نه ایرانی، اصلا شیخ و مولا شما نمیدونیم، ما که میدونستیم شیخ و مولا از بچه طلبگی که هستن همینجور کارشون هست تا بزرگ میشن. حالا این گزارش رو ببینید که نیروهای افغانی آماده یا تونن نره افغانستان که میگیم ملت و مردم افغانستان، چه پشتون چه ازبک چه هزاره هرچ اینا نیستن، این طالبان که در اونجا حاکمن، ظریف و روحانی اینا رو اونجا به قدرت رسوند، گرگ سایروس اونجا اینا رو به قدرت رسوند، از پاکستان آمدن، از کشورهای عربی آمدن، پاسپورت افغانی گرفتن، بیرون افغانستان کار میکنن، مثل درست تو ایران خود ما، تو ایران خود ما مگه ایرانیست که میاد دختر ایرانی رو کتک میزنه؟ مگه ایرانیست که میاد دو جور بیرحمانه با مادر بچه های ما رو میکشه و اعدام میکنه؟ اینا هم بیگانان، اینا هم افغانی، ما با افغانی برادر ماست، افغانی پاره تن ماست، آریانا آریایی پاره تن ماست، اینها استعمار و نوکران استعمار هستن. اینو یادتون نره، ببینید ایران به زودی جنگ، درگیری، انفجارات زیاد، این خبر بدی بود که خواستم بگم. هزار سال است که به گوش بشر میخوانن جهان کارگاه خداست.